صبح زیبای همه بخیر، خوش آمدین، خوشبختانه مهمان دار هستیم مثل همیش و ما که خواستیم بهترین ورزشکارا در کنار باشن تا بیشترین صحبت‌ها رو با ایشان داشته باشیم و حالا هم آقای سوراب مبارز با ما هستن که ایشان مسئول فدراسیون کورش سامبو کشتی رستمی ولایت بغلان است که بیشتر صحبت‌ها رو در مورد این ورزش می‌داشته باشیم. سلام، صبح بخیر. سلام، سلام، خوش آمدید. سلام، عرض ادب خدمت شما، خدمت تمام بیننده‌ها یا تلویزیون جوانی خورشید. ممنون شما، خیلی خوش هستیم آقای مبارز، شما رو در کنار خود داریم. بیشتر صحبت‌ها رو در مورد ورزش کراش سامبو یا هم کشتی رستمی ولایت بغلان می‌داشته باشیم. چیگونه هست و مشتری از شما؟ بسیار خوب. رشته ورزشی کراش یکی از رشته‌های سنتی عنعنوی کشور ماست که بیش از 3000 سال پیش قدامت تاریخی داره که در سال 1998 کشور ازبکستان ایرا بنیادگذاری کرد، ایرا به شکل مدرن آورد و ایرا در چوکات فدراسیون جهانی، فدراسیون آسیایی گنجانید و فعلا در 126 کشور رسمیت داره و مسابقات آسیایی و جهانیش برگزار میشه که آقای کامل یوسفوف رئیس فدراسیون جهانیش بود و بنیادگذار از این رشته بود که در افغانستان در سال 1365 البته سید محمود زیای دشتی بنیادگذار رشته کراش کشتی رستمی در افغانستان بود که واقعا در رشته کراش بسیار زیاد زحمت کشیدن و برای اولین بار مسابقات آسیایی در کابل برگزار کردن تقریبا در سالهای 87 بود البته که بسیار اگر انعکاس قوی در سطح افغانستان کرد و بیش از چندین کشورهای جام آمدن مبارزه کردن که در او جمله خود بازمت مبارزه هم در کراش وقت مسابقه میکرد، مسابقه کرد و مقام اول از آن خود کرد و بعد از این در رشته‌های رزمی رو آورد. رشته کراش البته واقعا از در صفات شمال البته نو زون کشور علا زون شمال و شمال شرق از طرفدار بسیار زیاد برخوردار است. این کشتی معمولا روزهای پنجشنبه و یا جمعه در میدانهای محلی برگزار میشه که قبل از البته از حکومت در وقت طالبان هم البته این مسابقات در روزهای جمعه برگزار میشد و طالبان بسیار زیاد علاقمند از این ورزش است و فعلا هم در ولسوالی های ناهمد که ناهمد نزد و طالبان در اوجا هم فعلا خود طالبان پهلوانی میگیرم و خودم میرم در جایشان در شاید دند غوری را نامش شنیده باشه در ولسوالی دانه، در سیاد، در نارین، برکه مسابقات برگزار میشه. بچه ها پهلوان ها از شهر هم میره در ولسوالی، از ولسوالی خامنه نمیتنم مگم پهلوان های از شهر میرن در اوجا که خود طالبا و طالبا خودشان بسیار زیاد تشویق میکنن ورزشکارا خصوصا پهلوانا را جوایز میمونه و در خود شهر پلخمری اکثر وقت روزهای جمعه خیلی مردم در تماشای از این مسابقه میاد که تصویرها را ما آورده بودم، هم ویدیو بود هم عکس ها بود که بیش از 2000-3000 بیننده اشتراک میکنه در مسابقات و در آخر البته مسابقه های تیمی ملی برگزار شد در خود کابل. دومین دور مسابقات ملی کراش برگزار شد که ما میمان های بسیار خوب داشتیم، از کشور ازبکستان رئیس فدراسیون جهانی کراش اشتراک کرده بودند و 3 قهرمان های جهانی کراش اشتراک کرده بودند، یک داور از ایران داور بین المللی اشتراک کرده بود، دیگر سکرده جندال جهانی کراش از تایلند خانم کای میگن او اشتراک کرده بود که در این رویداد بزرگ البته پیش از مسابقات دو روز سیمینار برگزار شد که از ولایت البته 28 داور که یکانه مشکل چی زمان بود این مسابقه؟ مسابقه در تاریخ 11 عقرب الی 15 عقرب که البته یکانه مشکلات بگونه آنلاین بود یا حضوری؟ مسابقات ما زیاد کوشش کردیم از طریقی که از تلویزیون ها لایف نشر کنیم، بنابر مشکلات نشد و دیگه در خبرات البته رسانه ها کلشان وجود داشت، خبرات بسیار زیاد از این رشته نشر شد از رسانه های مختلف. البته یگانه مشکل مسابقات که برگزار می شد البته کمبودی داورا بود که بسیار ابتکار خوب شد، کسی که از ایران اشتراک کرده بودند داول بین المللی بود و استازی همه سمک هم دست رسشان قرار داشت و در اینجا 28 داور البته به دو روز اینجا ترننگ دیدن و از مو داوری که
داور بین المللی البته آمد، چیزایی که خودشان میدانستند به داورایی جا به خودمو گفتن و خودم هم یکی از اشتراک کننده داورا بودم و در ضمن نزدیک مسئول فدراسیون هستم. دیگه واقعا یک ابتکار خوب بود. دیگه مسابقات برگزار شد، بسیار خوب برگزار شد. بیش از 18 ولایت اشتراک کرده بود که بهترین ها انتخاب شد. در پیش از اینکه کسی در مسابقات تیم ملی می اول باید از ولایتش مسابقات منتخب برگزار شد که ما مسابقات منتخب بسیار به خوبی سپری کردیم که بیش از 14 ولسوالی بغلان در مسابقات اشتراک کرده بودند که ما توانستیم همون چهره های بهتره و چهره های خوبه در سطح ملی بیاریم و راه پیدا کنند که موفقانه هم رقم عقب شد که در دو کتگوری البته برگزار شده در مسابقه ما هیچ شما را وقت ندارد. اگر شما کنه سوال داری بگوی خب آقای مبارک چون هر قدر که تمام روید کراش از شما بشنویم همان قدر ما چون بخونم یک کراشکار هستم بیش از البته در سال 1999 که تقریبا 21 سال میشه که من خودم کراش تمرین میکنم و حالا هم کراش تمرین میکنم در ضمن نزدیک یک رزمیکار خوب یک مکار هستم و رشته کراشم که اولین رشته بود عالم تمرین میکنم. خیلی خوب، شما در این رشته پیش میرین تا یک عمر رشته دیگر انتخاب نکردین؟ من خو در این رشته فعلا مسئول فدراسیون هستم و در سال 2010 البته در مسابقات MMA فری فایت رو آوردم که تمرینات ما فعلا به شکل رزمی هم هست هم MMA را پیش میبرم که چندین مسابقات کردم در سطح آسیا در سطح جهان. فضل خدا آسیب ندیدین؟ والا اگر بگویم بخی زیاد ای بی ای بی از هر جایم اگر از پای شانه دست این اونجا هم میان بسر اگر نیم از نای صورت و قدر زیاد آسیب ندیدیم نه اقا ایچی نکنیم ما یک پایتر زیاد کوشش میکنه باید صدمه نبینه بله یک البته با ابتکار تلویزیون جهانی خورشید یک مسابقات آسیای در خود افغانستان برگزار شد که من با حریف خود مبارزه کردم لایو بود مسابقات ما البته در خود تلویزیون خورشید که بسیار اگر نکاس قوی کرد اولین بار بود که حریف ما بله بله اولین بار بود که حریف خارجی البته در رشته ام ام ای مبارزه کردم که حریف 5 کیلو از ما وزنش بالا بود این دمیج مبارزه کردم که خوش وقت من در 2 ثانیه در 2 دقیقه حریف ما نکاوت کردم و در رشته MMA دستاورد خوب دارم و 4 ریکارد دارم باخت ندارم که چند وقت پیش البته در بلاروس البته ما با یکی از قوی ترین حریفای بلاروسی جوره شده بودم ما برای 2 ماه به تمرین رفتم همراه برادرم بازمت به مبارز در تایلند که تمریناتم بسیار خوب پیش نرفت با بنابر از اینکه این ویروس کرونا در دنیا با وجود آمد و این مسابقات در این سفرها در مجموع جایی که زیاد بیروار بود لغو شد مسابقات که ما هم گفته یکان آسیب دیدم و زیاد مصرف مون کرده بودم و در ضمن از این فایت کارت هم نشد شده بود که حریفم دیگه متاسفانه نشد مسابقیم و بعد از قرنطین ماند که مسابقات البته سازبایی دمیری تنظیم و ترتیب کرده بودم بازم ازشان تشکری میکنم و در این آخر انشاءالله که بازم در کشور بلاروس انشاءالله مسابقه دارم انشاءالله ما که به صبرانه منتظر خواهیم بود. ممنون از اینکه شما تشریف آوردین آقای مبارز. اگر حرف باقی است مشنیم از شما. حرف زیاد است، حرف زیاد زیاد است. بازم ما تشکری بکنم از ریاست عمومی تربیت بدنی واقعا که ما همکاری کردن و جناب سید محمود زیای دشتی که بنیادگذار از این رشته در افغانستان است زیرا در شبکات قانونی در تربیت بدنی جا دادن و مسابقات ما واقعا بسیار خوب سپری شد و اون بهترین ها را که میخواست فدراسیون انتخاب شد که از هر ولایات بود البته تنها از یک ولایت نبود از هر ولایت بود که در از ولایت قندوز سازنورجی مسئول بود واقعا زیاد زحمت کشیده بودن داورای ما صدیق جان منصور جان و خود سید محمود زیای دشتی واقعا زیاد زحمت کشیدند در این مسابقات این مسابقات به اون شکل که می‌خواستیم برگزار شد دیگه به امید از اینکه مسابقه به خیر مسابقات داخل سالون 2021 تایلند است اون بهترین ها بتانند در اونجا خوب مبارزه کنند یک دستاورد خوب به کشور خود کسب کنند و یک تشکری میکنیم از شما که وقت تان گرفتم و یک تشکری خاص از مسئولین تلویزیون خورشید که ما را دعوت کردند در برنامه‌شان ممنون شما همچنان شما موفق باشین همیشه تشکر سلام و حالا هم وضعیت آب و هوای افغانستان و چند شهر دیگر با هم یکجا تماشا میکنیم دوباره برمیگردیم ما را همراه باشین.